در معزز آدم که مثلا خطا کرد اومد الان گناهان ما به گردن ایشونه یا اینکه نه به گردن خودمونه چیز میشه؟ خب اینجا دیگه باید قرآن رو بازش کنید، اون با رساله درست میشود، این دیگه با قرآن. سوره مبارکه علم میارم بیارم آیش رو بیارم بگم رو بخون. صفحه 527 سوره و نجم اسمش است. سوره و نجم از 526 شروع میشه. صفحه 527 یک بحثی مطرح فرموده خدا و این عبارت بود از افکار غلطی که مردم مکه داشتند. مردم مکه میگفتن مثلا من بابام کار بدی کرده منم گرفتارم. در جواب خدا بهشون میده از 527 یک و دو و سه و چار پنج خط میان بالا هست تای صفحه به مردم مکه خدا میفرماد علم یا نبأ به ما فی صحف موسی. این مردم مکه نرفتن توراتو بخونن کتاب موسی و ابراهیم الذی وفا، نرفتن کتابای ابراهیم، ده تا صحیفه به ابراهیم نازل شد، نرفتن اونا رو بخونن. چیه اون تو؟ الله تزر و وازره و زره اخرا، زیرش نوشته که هیچ گناهکاری بار گناهکار دیگر رو به دوش نمیگیره. نه من دریای گناه باشم اصلا به بچم تأثیر ندارم، نه هر کس گناه خودش گردن خودش. الله تزر و وازره و زره اخرا، نه خیر نیست همچی چیزی، نه آیش من هر کسی بار گناه خودش رو دوشش. الله تزر، الله من تو نماز سجده سهو به واجب بشه به اولادام ربطی داره؟ خودم باید بجا بیارم. نه خیلی هیچ کس گناه کسی گردنش نیست ابدا. خب بریم سراغ یه چیزی. سه ارزم بده که اینا احکام وضو رو که اینجا تو رساله می نویسن برا ما که چجوری وضو بگیرید، بعدش میگن وضو 13 تا شرط داره. ما یک و دو و سه برم صفحه 200 شماره 264 مسئله، بعدش نوشته شرایط وضو بعد از 234. شرایط وضو 13 تاست. حالا یکی از شرطا که به مسئله شما ربط پیدا کنه، مانعی در اعضای وضو نباشه، شرط دادن 10 و 11 آدم میارمش. شرط بله 11 نه، پس شرط بعدی بعد شرط 12 بعد از مسئله 287 بعد از مسئله 287 نوشتن شرط 12 آن که خب اینم نیستش، بذارید بریم شرط 13. آره بخو شرط 13 رو بخو. شرط 13 آن که در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشه. همین بله، بعد مانع نباشه، باید جوری نباشه مثلا به قول شما رو ناخون چیزی باشه من وضو میگیرم باید مانع رو برطرف کنم. غسلم همینطوره، در اعضای غسلم باید مانعی نباشه، این نباید این باید مانع رو برطرف بکنیم. اومد ادامه داده، ادامهش هم بخون. اگر میداند چیزی به اعضای وضو چسبیده ولی شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری میکند یا نه، باید آن را برطرف کند یا آب را به زیر آن برساند. این باید ایشون اگه موضوع بگیره چیزی نباید رو بدنش چسبیده باشه، باید بره برطرف. نه نه ببینید داستان جبیره اینه، یه وقتی من میام سلام علیکم دستم رو میذارم لا این در
به شما میگم بزن که این انگشتای من خورد بشه به شما میزنی. این انگشت خورد شده مدت ها حالا معالجه داره، گناه کردی هم شما گناه هم نباید این کار حالا کردی تا بیاد خوب بشه، چون آب ضرر داره براش نمیتونیم باز کنیم، خب جبیره میگیریم. چیزی برای چی بچسبونیم؟ من چرا برم قیر رو دستم بچسبونم یا چیزی که حالا میخوام وضو بگیرم نباید بچسبونم، بایدم برطرف کنم. وقت میبره، خوب وقت ببره. ما دیروز رفتیم واکسن رو بزنیم، واکسن چی؟ او هفته صبح رفتیم شلوغ بود و واسطیم تا نزدیک ده چیز. خب باشه، خوب کارش واسه بود، بره مریض خونه پول بده، قصد کنه وام بگیره، اینو برش داره. باید اعضای وضو چیزی نچسبیده باشه. وقتی چاره ای نداریم، مثل دست زخم، کاری نمیشه که تا خوب بشه، باید آب نرسه خوب روش رو دست میکنی، اسم بشه جمعیز. اینه که میشه درستش کرد که. خب اینم بس. آقای سیستانی پنجشنبه روز آخر ماه رمضان اعلام کرده. بله. مقلدینشون چی کار باید بکنه؟ چشم. میریم سراغ طرز ثابت شدن اول و آخر ماه و اینا. که نوشتن اون وقت نه، حالا باید ما مارم از اون هر ماهی مثلا اولش چجوری ثابت میشه. شما 1730 بخون، 1730 رو بخون. میخونی آیه برای میدید؟ 1730 صفحه 262. نه، اولی ما که چی ثابت میشود؟ اول ما که خود انسان ما خواهد. خب نزن، اول نه چشم میگه ماه، دیدن ماه ربطی به مرجع و غیر مرجع و مسلمون و کافر نداره. زن یهودی هم تو کوچه ما رو ببینه خوب باشه، دیده دی انسان، گفت انسان، نگفت مسلمون مومن، انسان. شمر ما رو دیده کافی، اما مسلم ما رو ببینه کافی. بلکه انسانی ما رو ببینه، ما دیدنیه دیگه، دیدن که دین نمیخواد. اول ماه، آخه ماها دو روز آخر ماه هیچ کجا ماه نمیبینه، میگن ماه به مهاق رفت. بعض وقت هم سه شب میشه، دو شب، سه شب، دو شب که حتمی هم، بعض وقت هم سه، هیچ کجا نمیبینم، با دوربین، هموربین، زوربین، هیچ خبر. اگه این گروه های آی خامنه برن خودشون تیکه پاره کنن، هیچ جای کره زمین ماه نمیبینه. دو شب اینجوری یه با یه ذره شون میبینن یه جایی. علتش هم اینه که این کره خورشید دائما داره به زمین ما میتابه، به ما هم دائما داره میتابه. اگه شما بیکار بشید بره تو آسمونا، خورشید داره به ماه میتابه تعقیب کنه، یه لحظه نیست که خورشید به ماه نتابه، دائما داره میتابه، به زمین هم داره هم میتابه. تو زمین ما میچرخه، روش پشتش میکنه و خورشید خوش شب باز بره. و ما باید همیشه ما رو مثل شماش چپ چارده ببینیم، چون دائما داره بهش میده. مثلا کج میکنه خودشو، زاویه زمین کج میشه، مثلا یه وقتی نصفش رو میبینیم. خب ما خودش نور نداره، نوریست که خورشید بهش تابیده، زمین هم از خودش نور نداره. شما اگه برید تو آسمونا، آفتاب که داره به زمین میتابه، عین ماه میبینی، یعنی روشن میبینی، وقت تاریک که میشه دیگه نمیبینی. اون وقت این علت این که دو شب نمیبینیم، خود زمین ما نمیذاره ببینیمش ماهو، یعنی میفته وسط زمین، خورشید که میخوره پشت زمینه، نمیشه اونجا که خورشید خورده بشنه تا یه ذره روشو بکنه به ما، این خارج بشه. مملکت لیبی میگه منجمای ما وقتی ژئوفیزیک میکن بگن که اینا خط مستقیم خورده خارج شدن، یعنی خورشید اینجا، زمین وسط، ماه اینجا، وقتی مستقیمه که نمیبینیم، یه ذره اومد بیرون، میگن که دیگه ماه رو عوض شده دیگه، اومد این طرف دیگه بعد نمیگرد، پس ماه عوض شدش. عربستان سعودی با اینکه اونم سان نمیپذیر، میگه من باید ولا با دوربین ببینم که ماه رو میشه دید، هلالش رو، روشنایی رو گوش نمیکن. یعنی با اینکه گاهی میبینیم میگن کجا ما رمضان شد، عید شد، این لیبی زود میگیره یه روز. خب باش میبینه، وقتی دیدن میگن نه ماه آمد یه طرف دیگه، اومد تو ماه بعدی واقع شد. حالا خود انسان ماهو ببینه، منتهی بحثی هست حالا این توی مسائل که دارن میگرن، اونا توش مسئله
مسئله شماره بله 1735 میگن اون یه چیزیه برای خودش. 1700 اگر در شهری اولی ماه ثابت شد برای مردم هم شهر دیگر فایده ندارد. مردم شهر دیگر فایده ندارد مگر آنکه دو شهر با هم نزدیک باشند یا انسان بداند که حقوق آنها یکی. آقای روح الله خمینی که مرحوم شده که اصل مسئله مال اونه، ایشون آمده خورشید رو مثل ماه و مثل خورشید حساب کرده. چون شما الان بریم مشهد نیم ساعت زودتر غروب میشن الان، یا مکه نیم ساعتی نه بعد از ما، بعد دیرتر از ما. مال ماه بس میتست و آقایون که ماه که غروب طلوعش به ما ربطی نداره. ماه وقتی تو خط مستقیمه هیچ دو شب که هیچ جا دیده نمیشه، اول بار میبینندش. این منجم هم در میارن که کجا میبینن. الان جو فیزیک تهران، به تهران کار نداریم. شما تا میگم تهران به یاد مسلمانه میفتید، نه بریم زیارت کلوشی کافرترین کافرهای دنیا. شاید میکنیم که این ماه از خط مهاق میاد کجا اول میبینندش. مناسبه علمی داره، میگن وسط اقیانوس اطلس اگه کسی باشه میبینندش. مثلا جاها مختلفه، ماهای مختلف مثلا همه ما رمضان خودمون اول ماهش خیلی واضح بود، تهران هم آدم با چشم معمولی میدیدش. من یه دفعه جلسه بود منیریه، فرداش یه دفعه بود از تو حیات سلام ملکه، تو حیات جلسه ماه دیدم من که چشمم ضعیف ها انقدر ماه واضح بود. بعض وقتا واضح بود، بعض وقتا نه مشکلات داره و حالا وقتا بگن کجا اول میبینندش. خب ماه دیده شد دیگه، آیا لازمه هر کس تو افق خودش ببیندش یا ماه دیده بشه خط مستقیم بیاد بیرون؟ افتاده دو کانال اختلاف نظر. آیه صافی میگه بعید نیست کفایت رؤیت ماه در هر محلی برای سایر نقاط. بعید نیست فتواست، یعنی بالاخره از اون خط مستقیم که بیاد بیرون ماه عوض شد دیگه، حالا هر کجا ببینندش، بلکه کره زمین دیدند. مثلا یک کسی خارج بوده اومده ایران، بگه نه تا نیاد تو خونه ما و نیاد سر کوچه که من ببینمش پس تو ایران نیمده. آقا اومده دیگه، حالا یه جا دیگه است. ما اومدش از ماه قبلی اومد تو این طرف، ما تو خط مستقیم که دیگه بر نمیگرده. این بری پیش هر جا ببینن برای همه کافیه، بعید نیست که هر جا ببین. هر جای کره زمین. بله همین دیگه. آخه علتش اینه که وقتی تو خط مستقیمه، یعنی این وری میشه، این وری که میشه دیگه میاد. آیت الله خویی کتاب دارن ندارید اینجا شما، مثل همین رساله هاست منهاج و صالحی، یه دو سه صفحه راجب شهر داده، شهرهایی با قول خودشون استنباط و اجتهادی اینا که این چیه داستانش. گفتن که آخه زمانهای سابق نمیشد فهمید چون امکان نبود. مثلا یکی قم ماهو میدید تا بیومد به تهران خبر بکنه سه شبانه روز بعد میرسید تهران، خب نمیشد بیاد، تلفن نبود، چیزی نبود، بعد بیاد قافله ها میومدن از قم علی آباد اتراق میکردن، یه شب میخوابیدن باز میومدن حسن رو بلمتر. از خونسار ما تا تهران زمان سابق هشت شبانه روز را بوده، پنج روز میومدن تا قم، سه روز هم تو تهران. سابقا چاره نبوده. خب چکار اینه که ماه نمیشد خبر بدن ما ماه دیدیم ندیدیم. تو مکه متوجه میشدن. الان که مارم از اون تموم میشه، الان شوال الان توش شوال زیرهده زیحج. تو زیحج حاجی ها که همون میدیدن مال اون سال هم نه، سابقا طول میکشید مکه برن. صحبت پارسال هم میکردن، یعنی این سال گذشته قبل، یهو میگفتش که ما رمضانمون از پنجشنبه شروع شد. مثلا اون که اهل اتازانی بود این میگفت اعمال ما از مثلا جمعه شروع شد. معلوم شد اونجا یه روز ما زودتر دیدن. از امام ششون پرسیدن آقا اینا میگن که زودتر ما دیدن، نه ایران اون ور عالم. آقا میفرمود حالا که اینجوری یه روز روز قضا بگیرید. چهار تا پنج تا روایت آقای خویی جمع کرده نوشته، روایتاش هم صحیح. هر بار از امام پرسیدن منطقه رو ملاق قرار نداده که شما
افق دون چی فلان، یعنی مسئله 1735 امام صادق قبل نکرده که بگه شما افقت فلان، میگه دیدن تو کره زمین، گفت چیز یه روز بگیر قضا بگیر همین دار روایتش. بعد آی خویی تو همون کتاب نوشته من تمام روایت ها رو گشت. آی خویی آدم آی خویی خیلی فرد قوی هست، آی خویی در رجال و در میگشتن لشوخ نمیدونم، میگه حتی یه روایت ضعیف پیدا نکردم که ائمه افق ملاق قرارده. میامدم میگفتم آه تو مکه مثلا این که مال مملکت کجاست اون برای آدم، میگه ما رمضان و پارسال پیارسال یه روز زودتر دیدیم، آخه شنبه یه شنبه فرق نمیکنه همه جای آدم، مثلا یه شنبه همه جای شنبه است، دو شنبه همه جای. آقا میفرمونده باور کردید قضاشو بگیرید شما دیر دیدید ما که آیه صافی هم در فتوا میده رویت. حالا 1731 تو همین مسئله اگر حاکم شرعیه اون که باید، نه ببینید اونم اونش سوا باید بحث کنیم، حالا اینو بذارید درست کنیم بشه. آره این تموم بشه. میگفتش که بذار این زنه که حامل شد بذار بعدی که دیگر را حامل نمی کنیم اوتا بذاریم بشه. حالا فعلا این عرضم بر این که بعد ایشون آی خویی میگن که ماه مثل خورشید، نه این نیست که افق افق باشه، به افق رب نده، چون خورشید ما به ما میگن، میگن طلوع کرد غروب، ما طلوع غروب آفتاب رو میبینیم، ماه نباید برای ما طلوع کنه، برای کره زمین طلوع کنه، نمیخ تو شهر ما محل ما تو خط دو شب هیچ جای عالم نمیبینندش، هیچ جای عالم یهو میبینندش یه جای زمین، خب زمین دیدش دیگه اومد این طرف ماه عوض شد یه همچین برداشت. این یه داستان متأ این هیچ کدوم از اینا تقلیدی نیستش، اینا از مسائل است که به مرجع تقلید ربطی نداره، که هیچی به محمد ابن عبدالله ربط نداره، خدا خلقش کرده پیغمبر کرده، ماه ربطی به پیغمبر نداره، خدا خلق کرده ماه میشه میشه. الان همین ایران خود ما 4000 سال قبل از اینکه مادر پیغمبر حامل بشه بهش نجوم داشتن، منجم داشتن، رسد خونه داشتن، او خیلی مفصل کاری ما به پیغمبر اینا نداره، ما هم بوده و روز بوده شب بوده بود. بله ببینن نبینن اینا هستش که بگن حتما پیغمبر بیاد نگاه کنه ماه و پیغمبر آقا چیکار است، آقا من مثل پیغمبر نگاه کنم، الان یه شطوری تو کوچه میاره حتما نرستنی بیاد نگاش کنه، حالا عمر بیاد نگاش کنه که ما میکنه شطور رو میبینه، آقا منو بشه انسان اونو ببینه، اول ما یه انسانی ببینه. باز یه خورده جلوتر رفتن عده که یقین پیدا میشه بگن ما دیدیم، باز ما حواسمون نیست همش مسلمانی فکر میکنیم، بابا این عده یه مش یهودی هست یه مش بیدین هست، ولی عده هست ولی شما یقین میکنید دیدن، اخو ما حواسمون هی همش و آخوند و این هست عده، اخو میگفت مؤمنین میگفت مسلمین میگفت علما و اعلام، خود حواسشون هست این آقایون، ما حواسمون نیست عده باش. همچنین هر چیزی که به واسطه اون یقین پیدا میشه، خود من این ژئوفیزیکا رو 100% قبول دارم، اینا علم سال هاست دارن تدریس میکنن، دروغ هم اصلا نمیگن، وقتی میان محاسبه میکنن از چند سال پیش که آقا خورشید در فلان ساعت میگیره فلان ساعت باز میشه ثانیهش فرق نمیکنه، اصلا منظمه، دستگاه های منظمی است، من و شما هم درست نکردیم، خدا درست کرد. آقای خمینی آمده هم منجمه دفاع کرده تو تحریر وسیله، میفرماد اینه که منجم میگه اول ما آخر ما، اینا یه قواعد درستی دارن، یه فرمولایی دارن، اینا درسته کارشون، اگر هم دوتا منجم دو جور حرف میزنن تو محاسبه اشتباه کردن، قاعده ها سر جاشه. مثلا میگن ظهر وقتیست که آفتاب از وسط منطقه رد بشه، یه منجمی میگه 12:02 12:04 اینا اشتباه میکنن، آفتاب حتما از وسط رد بشه، کاری به دین نداره، خب بلد نبوده محاسبه کنه، ببین کدوم درست میگه، میگه منجم تو محاسبه اشتباه میکنه، ولی کار خوش خورشید که دستشش دفاع کرد. اینجا تو که نجوم بهش میگن، جان تو مکاسب محرم اینه میگن نجوم. منجم های سابقه یه حرف هایی میزدن اینا زیر بار نمیرن، مثلا یه عالمی امسال میمیره، یه گاو بزرگی به دنیا میگه، اینا رو ما باور نمی کنیم، باید دلیل داشته باشیم. اما اهله هلال ما که میاد که میره، نه اونا قواعد داره، ان دلیل قطعی،
خبرهای از کسوف و خسوف، خبرهای از اول ما اهله. اینا نه، ناشی از اصول و قواعد درست است و باید گوش کرده بشه. بله نه میگن خب علم بند خدا کاری هم دارم. اصلا مسئول ژئوفیزیک ما قبلا یه آدم زردشتی بود، اصلا به دینم کار نداره، نام آقای چی بود هم نمیدونم چی. اصلا این کاره اصلا شما میخوای عمل کنی، یه دکترش خیلی وارد خوبه، یهودی علم که کاری به دین نداره، بار ببار مسیحی. یه مکانیکی بود توی خیابون پدرستانی، مسیح بود، خب پنج سالشون خیلی مکانیک بود، اینا کاری به دین نداره. بعد میگم که خب بلده، خب نه اینا ژئوفیزیک قواعد درسته. من خودم اینا باره باره کم 40-50 ساله اصلا منتظر نمای خامنه یا نمای سیستانه، اصلا برعکس اگه اینا گریه کنن تا صبح که ماه دیده میشه نمیشه، اصلا من گوش نمیکنم. برای اینکه خب کار اینا نیستش، کار هم است ماه رو بخوان ببینن، چه زن فاحشه ببینه چه حضرت زهرا، خب دیدن که دیگه دین نمیخواد که ببینن دیگه. مثلا اینجا اول نوشته مثلا اول ما با پیشگوی منجمی ثابت، نه گفتم براتون اینا این بازش کرد میگه اگر خب حالا اگه شما بلد باشی آقا، گفت این هلالای ما غیر از اون هست. آخه من اجامه حرفه دیگه هم میزنم، مثلا میگن چی میشه فلان، نه امسال یه عالمی میمیره، میگن این دلیل اینا چیه؟ اگه دلیل بیارم قبول میکنیم، اما هلال ما دلیل داره، گردش زمینه، گردش خورشیده، منظم هم هستش، منظم هم هست، بلدیم خود دانشجو دارن، دارن درس میدن اینا. نه من میدونستم ماه دیده، اصلا منتظر نیستم که باور کردم، خب باور کردم. من میگه امام زمان بیاد بگه که اون از باب این که حرف خداست، میگم خب من اصلا چیز دیگه است. اما بقیه هم اصلا ربطی نداره، اصلا دیدن ما ربطی به فتوا نداره، ربطی به سیستانی و خمینی نداره، ربطی به امام حسین هم نداره. ما هم بیان نداره، امروز ظهر شد ایران، ربط به امام زمان داره؟ ببین ظهر شد دین دینی نیستش. ما پس این فرهنگ غلط که ما شب آخر مادمتون بلند میشیم زنگ میزنیم در خاطر مراجع میپرسیم آی مجدیب چیه چیه، پس اصلا این کار یک اشتباه دوامی که خود مراجع هم اعلام عمومی نباید بکنن. تو آی یه نفر شخصا دیده یا نه؟ کار نداره، هر کس کار خودش، ما میکنیم اونا، اون را زحمت انداختیم، هی گفتن بیچارا رد شد. الان شما اگه بی خونه ما الان با هم بریم خونه، حالا اول چای درست میکنه همچه کار اونا سرشش میرم تو زیر زمین میبینیم من گندم فروشی را انداختم، گاه خاتم تو شغل چی؟ بابا خواهی مراجعه میکنن به من، اون از الان امروز ندادن، هم تو این گیمم میزنم، میگن آقا این زکات بلند یه مارم از اون روز خوردیم، آخرش شدیم گندم خریدیم، چون من پول شما گندم باید بخرم، ها گندم بدم بفرد. این آشستان رو هی زنگ میزنم بیچاره، یا مثلا خامنه میگه آقا بذار به من مراجعه بفرستم برم شما چیکار کنم، آقا ببینن باش آدم بفرستیم ببین، میگن هم مسلح دیدیم هم چشم معمولی دیدیم، اینا هی راش میدازن مثل هم گندم خونه ماست. ولی نه من خودم چیزی ندارم، خوش و کاری ندارم. آجا آغاز میخوام، آیت الله سیستانی نه اعلامیش دیدین نه صداش شنفتین، همش نقل قول بود. آقای سیستانی فرمودن که آقا مثلا پنجشنبه آخر ما رو همون از دوره به شنفتین اعلامیه دادم قطفاتی یا خیلی چیزی دادم، همش نقل قول. ما یه بس خونه بودیم چند سال پیش نمون تا قوت نه صبح بود، همون روز آخر ما رو از اون بودشم، یه بچه اومدن گفتن که آی وسو منم دل آی وسو استاد من بودم، تعجب کردم آخه راست رفی پیاده ده بشت ده را بود ما باشه بودو بودو اومدن که آقا چی کار ده، آقا فرمودن که آقای یه آقای تو تهران نواک تلفن زده به من که آیت الله خویی در نجف اعلام کرده که اول ماه، و من شک کردم من درست یا نه، حالا نکنه یه وقتی امروز اول ماه باشه، شما ماشین داری؟ ما ماشین داشتیم، یه بی ام و 2002 داشتیم، بی سوارشیم بریم بیرون تهران که مسافرت کرده باشیم که روزه رو بخوریم، زورم میخواست مسجد برسه که اگه یه وقتی بعدا معلوم شد مشکل باشه. ما به عجله ماشین رو بردشیم، خانواده هم سوار کردیم، اونم روزه بود، به عجله در منزل آقا خانواده آقام سوار شد، تندم میرفتیم سمت خونسار، ما اون جاده رو خوب بلدم، بریم 30 کیلومتر بیرون رو برگردیم.
همچون که داشتیم میرفتیم وقت پلیس با بلنگو صدا کرد که ماشین جیپ کنار باست باست آمد گفتش که شما با سرعت 150 کیلومتر داره میری ستون میرفتیم برگردیم ما تا گفتش مثلا واسدیم پلیس اون جلو واسد پیاده شدم رفتیم جریمه هم چقدر میشه جریمه میخواست ما تصادف پول همراه هم برنا شده بود و عجله بود گفتم برای این آقا باشه بلنگوشو روشن کرد گفت آقا یه هم چقدر بود 5000 تومن بهشون قرض بده که جریمه بده بلنگو دیگه اومدیم خب هر کار خدا آقا پول پلش بود اگه نه داده رفتیم جریمه رو دادیم و برگشتیم دیگه بعد همون سال با آقا رفتیم نجف همون سال علی که با رمضان گذشت بعدش پس اگه اینجوره سال 56 بوده چه رفتیم منزل آقای خویی خود دفتری ها گفتن که به کل دروغ بوده اصلا خود آقای خویی اون روز روزه بوده تو خونه سندش جوری نبود بعد بختر شما بودیم کی به کی زنگ زده کی به کی زنگ داده یا آقای معتبری بنده آقای ما که بر برف بچه رو گوشتم که که ها دیدن تو اینا اونم ترس گرفته داشون بده ایشون درده دل داره از این قضیه گاهی خبرها سابقا سابق دخالت کرد و یهودی ها اومد که هم بزنم خلص مردم رو هم جون هم بزن اصلا با اون ایشون مخین جون اصلا خونه خدا آقای خود اومد خدا گفت من بودم گفتش که آقا اون روزی که شما میگوید خدا آقای خوی روزه بود کسی این حمله کرده بود شب بعد فرداش اینجا عید شد خدمت رو هست شاید که آقای مرشدزاده این مطلب درست بودم من چون خودم البته من به فرمایش شما همیشه عمل میکنم یعنی تا حضرت آیت الله خامنه ای اعلام میکنم منم مقلد آیت بودم پس شما اهل بهشتی خوبه تو دعوا نرخو تهی کنیم چون اینو چند ساله از حضرت آیت شنیدیم دیگه پول شدیم یعنی الحمدلله تو این قضیه اما همون شب من فرداش نگاه کردم سایت رسمی حضرت آیت الله سیستانی اولین خبر و روی صفحه زده بود که امروز سیوم شعبان اون معظمه و برای ایشون ثابت نشده بعد اول چون من یه بود و شما سیومه و برای شما اونایی که اینجوری پیگیری کردن حتما نه کاری ندارم ببینید الان پنج مورد که اول ماه رو نوشتن مراجع ثابت میشه خود انسان ماهو ببینه ولو یه یهودی زناکار خب ما حواسمون نیست تا چشمون میخوره خیال میکنیم آیت الله بروجی بابا انسان یهودی زناکار حیونه خب انسان میده خب دید حواس وقت ده هم میگن ادهی نگفتن که مؤمن و مسلمان و نماز ادهی ادهی فاحشه چنه همجوری دارن به هم بیخونیم حواسمون نیست یا هر چی شما یقین میکنیم مثل من که یقین دارم من وقتی یقین کردم دیگه کاری ندارم بله نگفتن که اسم چی نه و همه رو شرح دادن این داستان هم هستش خب حالا کافیه این بس بریم سراغ چی اسم مسلح چیه آجا بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن نه ببینید اصلا اینم ربطی به مراجع نداره یه مسائلی هست تو دین مرجع و غیر مرجع نداره ببینید الان شما فرض کنید پدرتون مکه بوده چند تا هواپیما اومده رفتید نمیدونید اومده یا با هواپیما بعدی میاد که هست بیارید اشته خبر بدید حاجی ما اومده یه دوست شما با دوربین دید پدر شما شروع بود اونجا الان دور دیدش یعنی دوربین پدر شما رو خلق کرده یا اومده که دیددش خود دوربین وقتی هلال ماهو ببینه هلال ماه اومده رو به روی زمین که دیددش ولی خلق که نمیتونه بکنه که کافی دیگه عرفی اصلا به تقلید این کار رو نداره عرفی اگه کسی یه حاکم شهری با دوربین تو 10 کیلومتری ببینه که یه زن و مردی دارن زنا میکنن حق نداره حد بزنه خب دیده دیگه خب دیدن همه دیگه میگم نه با دوربین قبول نیست آیا حرف یه حرف اصلا عرفیه وقت دوربین نباشه که نبینه خدمت های زنجانی بودی پارسال نه امسال نه پارسال نصف شب بود دیگه 11 و نیم بعد از اونجا اومدیم تهران صحبت همه دوربین بود آقا میفرمود که یه حقیقتی که نمیشه دوربین خلقش کنه که چاره ای نداریم بپذیریم الان دوربین پدر شما رو دید بگم نه دوربین قبول نیست پدر من باید خودم با چشمام ببینم این غلطه که میگه وقتی اگه چیزی نباشه به درد نخوره این دیدن خود دوربین با چشم ما معمولی چه فهم کنه وقتی نباشه که دوربینم نمیبینه
وقتی هم باشه خوب دیده باشه، حالا من برم نزدیکتر میبینم از دوتر دیده. بگه اینا، نه بگه اینا، ببینید تو این عربت الوسقا نوشتن مستنبطات عرف، چیزی که عرف استنباط میکنه اصلا جایز نیست تقلید کنه، اینا عرفیه در تخصص او نیست. آقای مکارم میگه با دوربین درست یا نه، این فهمش عرفیه، یعنی خودت هم بفهمی دوربین فهم میکنه، با اون دیگه گوش به حرفی نده. حالا چه کنم؟ حالا جایه میدونیم اینجا پنج شنبه که دارم اعلام کنم. نه یه مطلبی رو با عینک بخونن، بعد میگن حتما باید این مطلب رو بدونه. نه نیست دقیقا همین که شما میفهمی. وقتی خوندی دیگه هستش. میگن یک کسی دیده نفر قرآن میخونه عینک زده بود. خواجه آقا من زن زدم دفتر خود بعیدم بود. بله. خواجه آقا گفت و امروز گفت چی؟ بله. دفتر آقای بعید زنگ زدم اونجا. نه میدونم. نه بذار اجازه بدی. من اگه خدای وحید خودش میاد خونه ما، همین امسال میامدش، البته قدمش رو چشم خاک پاشم رو سر ما، میخوام مثال بزنم، در 20-30 ساعت گریه میکرد که ما اصلا گوش نمیکردم به حرفش. آقا من قبول دارم ما دیده میشه، بفهمم من زیتونه باشید اینجا، اینا تقلیدی نیست، تقلیدی نیست. من زنگ بزنم دفتر رو بهت آ زن من خوشگله اینا، آخه به رفت های بهونه رو بگو چی شد به دست آقا. یه خاطر میشه فرهنگ سازی نمی کنن در خاطر مراجع، یا ما هم فرهنگی نیست به ما زنگ نزنید از ما نخواهیم خودتون عدله بکنید. آقا ایشون میخواد جواد گرفتار شدی، ایشون میخواد جواد. بله چای بیرم ماهین و نهنگ رو میکشتن میابردن بیرون تا هم گیرون این سیدش اینجوری اشکال نداره؟ ماهین رو میکشتن داخل آب، داخل دریا، بعد میابردن گفته آنان یقین پیدا میشود که بگویند ما دفتر حضرت آقا خلاف میگه اطلاع نداریم میشه اون را خود به فرض من ما رو ندیدم و خودم ببینم، اما ایده که دفتر ما دفتر مقام مازه و رهبری هم بودن ما اطلاع نداریم، من خودم را برم بودم یا سیل را از شبان بگیرم یا سیل را از همونگان بگیرم که اول شبان هم این نشده. این که خودش یه فرزک مهم که بقیم بودم در زن حالا چی بگرد ما دفتر را بعد مذارت که خراب آقا ایده با اصلا به من میگن تقلیل نکن این موضوع خود ما دیدیم یک اشتباهی و وقتی طرف رو میگیم حالا من خودم بزرگوار حالا هیچی نمیگه یا مسئله که یا آقا اید هست یا اید بود به خود من مردیم اگه مردیس باشیم دفتر را آزر آقا من منم دکتر نه میخوام ببینید مسئله شو. خوردن ماهی زنده اشکال ندار، یکی بعدم بگن اگه ماهی رو بیرون که افتاد بکشیم بعد اینا، اگر ماهی زنده را بریان کن، زنده بریان کن یا بیرون آب پیش از جون دادن بکشند اشکال ندار. اونجا داخل آب میکشن میارم بیرون چی؟ نه بعد وقتی میارم بیرون زنده باشه، چون تو آب بمیره حرومه خوردنش. دیدم بهش فکر میکردم ماهی بزرگ بکنم ایران. نه نه اینا برق میزنن نه که بمیرن، که بی‌حس بشن بتونن بگیرنشون، اگه بمیرن نمیشه، تو آب بمیره حرومه، اما ضربه وارد میکنن که بتونن بگیرنشون، ولی زنده باید بگیرن. از اولش میگه ماهی باید زنده باشه، سید ماهی زنده از آب بگیرن و سلامت بشه. شکر خدا رو الحمدلله. چرا گذاشتن پس؟ حالا که اینطور شد در باشه چشم، حالا اگه میخوای سخنرانی کنی بگو تا سخنرانی یا آقا شبا بگو تا سخنرانی.
فرمودید اختلاف در چی؟ اختلاف آقا ایام و بیز هم قبول کنه ما سوا بگن که هر ماهی شب 13 و 14 و 15 این شبای خیلی روشنیه، مثلا شب 14 که دیگه ماه بهش میگن لیالی 20 اسمشه، من روزش هم بگن ایام البیس که میشه روز 13 و 14 و 15 اسمشه، هر ماهی اینا داره. بله می‌فرمود اذان 18 جمله است، مسئله 918 است، 918 918 نخیر خب مسئله 918 اذان 18 جمله است و اقامه هم 17 جمله است، ولی هیچ کدوم جمله است. الله اکبر 4 تا، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله دوباره، اینم دوباره، حی علی الصلاه دوباره، حی علی الفلاح دوباره، لا اله الا الله دوباره، بعد اقامه 17 جمله. دو مرتبه از اول اذان و یک مرتبه لا اله الا الله از آخر آن کم می شود و بعد از گفتن حی علی خیر الامت باید دو مرتبه در قامت صلا اضافه شود. بله، پس چیزی از زهرا توش نیست. بیشتر نباید گفته بشه. نه، اصلش اینه. حالا وسطش حرف بزنم بس. کاری ندارم. یه بند خدای اینا جامشتون ما ششنده باشه داشت از اون میگفت تو ده رو پشتمون ها میگن این از بالا پشتمون داشت گله ها میومدن اون کشاورزی خودشون میدید بعض وقتا موظرت نمی کنند یه ها گستند ها میرن توی چیز میخورن فصلیست که اون مثلا گله ما تازه اومده بالا میخورن این همونجا که میگو بلند دیده پسر مواظبت نکرد رفت داد زد از اون پشتمون که گلو گوستان داد. باز یه جمله دیگر رو گفت و دید این جلوشو نگرفته اینا فوش خار مادر که چرا جلو نمیده یه آقای حسد آقا بلی باش که با بیا پایین برو اونجا واسدم زمینه دارم وسط از اون هم از اون بگم هم فوش خار مادر میدم نه اینکه از اون باطل میشه از اون مثل نماز نیست حرف بزنیم خراب بشه ما خب هر حرفی میشه زدم حالا نمونه بدش من گفتم من منظور حرف زدن نیست از تعدی رو که در معنا اسم میاره صفات مختلف ردیف میکنه خب همین حرف دیگه حرف میزنه باش با مانعی نداره مانع که خراب نمیشه منتها خب نیست دوزر خودش میگه مگه تو از اون رساله نوشته بود این فوش بده به اون گوسفندیه که چرا مادر فرم شده بود آجا حالا اصلا خودش استحباب نداره چون ببینید حضرت امیر رو بالا بردن خب یه وقت یه جایی هم هست شاید مخالفین هم باشن دیگه مثلا اشهد ان امیر المؤمنین و ارنا ابو المحسونین مثلا کجا خب این خودش باز یه چیز اضافه که چیز خوبی هم هست این خودش استحباب نداره تو 919 است بخون 919 اشهد ان علی ولی الله جزء از آن و اقامه نیست ولی خوب است بعد از اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل علی محمد و آل محمد
به قصد غربت گفته شد. بله همین دیگه خوب است گفته شد. قصد غربت. خب برای سخنرانی آماده اید من دیگه. آمشتا ایشون من سوال کنم. بکنند قرآن هم. بفرم. فدیه روزه رو به خانواده که محتاجه میخوام بده جای پول میتونیم مواد غذایی بدیم برایشون بده. به بزن من بفهمم. چرا میخواد بده روزه خورده؟ زکات فطره. آخ بله زکات فطره هم پولش میشه داد وقتی فقیرن میتونید بهشون بده. ها به جای پول مواد غذایی بدن. این آقایون اشکال میکنن میگن یا خود گندم و 3 کیلو بده هر نفر گندم جو یا پولش رو بده. شما میخواید مثلا مواد غذایی، ولی راهش اینه آشنای دیگه بود که پولی خونه گذاشته بودم بدم خدمت شما، اینا جاش قبول کن شما، من اون پول رو بردارم گنا معامله کن باش، بگو اونو قبول کن اینو جاش بر باشه. سوره مبارکه الشعراء آیه 78 تا صفحه 370. بله 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 بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا أردت وهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطعم الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره مبارکه شعرا. سوره ها رو که بخونید بعضی سوره ها مطلبی رو میخوان برسونن به آدم، یعنی خداست دیگه. سوره شعرا 89 تا مبحث رو پشت سر هم میاره و علت این که اینا رو میاره کردن یه تیکش مال حضرت ابراهیم بود، ایشون خوندن. شروع میکنه این سوره رو وقتی میاد آیه 7 این سوره میفرماد اولم یرو. آخه دعوا تو مکه اینا بت میپرستیدن، بتا رو خدا میدونستن. میگه خب این بت پرستا نمیبینن، حالا نه اونا هر کس که خدا نمیپرسته، کمونیست ها مثلا، آیا نمیبینن الالعرض زمین زیر پاشون کن انبتنا فیها من کل زوج بهیج، چقدر گیاهان جور و جوری خیلی با هیجان خیلی زیبا من دارم میرانم از زمین، نمیبینن؟ ان فی ذلک لآیه، و خود این گیاه ها رویده میشن خودشون به این زیبایی، یعنی خود این بوته از زمین جذب مواد میکنه بعد به صورت نخود براتون میده و اینا. آخه خودش چجوری از کجا میفهمه؟ چجور نمیبینه که خدا داره این کارو میکنه؟ این آیه خداست، نشونه است. و ما کان اکثر هم مؤمنین، ولی اکثر افراد ایمان نمیارن. ببینید گرفتاری داستانی که الان در کل عالم میگذره، خداوند این عقل و فهم و درک و گوش و چشم و اینا ابزار خدا داده و خدا توقع داره که از اینا ما استفاده کنیم، چشممون میبینه، گوشمون بشنوه، اینا رو ببریم تو قلبمون تجزیه تحلیل کنیم چی شده چی نشده. این توقع رو داره، خب داده کاش و اومد به کار نگیریم اینا رو درگیری با ما میشه. رفته تو خونه میبینه که دو تا بچه ها مردن، زن تم از بیحالی داره میمیره، اون یکی هم داره دست پا میزنه چی شده گوش نمونه. و دو قدمی کباب برگ آماده، نون پلو، داد و بیداد میکنه. خب خانم غذا بخورید، این غذا هست جلوتون. نه خب بخوریم گوشنه که میبرم یعنیشه بردار بجو بخورینا، درگیری میکنی. حالا وقت غذا نباشه خب بله. خدا میفرماد شما منکر من خدا هستید، آخه خلقت من رو نمیبینید. امام ششون فرمود خداوند نمیتونه خودش رو نشون بده، نمیتونه، به خودم نمیتونه.
چون دیدنه نیست خدا. آیاتشو نشون میده، آیه یعنی نشونشو. یه وقتی پدر شما اومده تو خونه، صلاح نیست خودشو نشون بده، از افراد اطراف واسدن تا ببینندش با تیر میزنندش، صلاح نیست. مثال دارم درست میده، برای اینکه شما بفهمید هستش، صداشو به شما میرسونه، حرف میزنه، صداشو که میشنسه. یا یک چیزایی که مربوطه به اونه، مثلا چترش رو نشون میده که میدونه چتر اونه، کفشاش رو نشون میده که مال اونه. آیه یعنی نشانه ای که نشون میده اون اصلش هست که اینو نشون. خدا میفرماد من آیه من، ببین خلقت منو، که اولا یرو ویلن عرض صفحه 367 اوائل سوره شعرا که همین چند آیه هم مال سوره شعرا است. آخ چرا زمین رو نگاه نمی کنید؟ این همه گیاهان انبتنا، من دارم می رویانم. آخه گیاه که خودش شعور و فهم و درک و کلاس نداره، خود تو نمی فهمی که یک کسی داره این کارا رو میکنه. انواع گیاهان توی تیک زمین مختصر، این درختی یه جور میوه میده، اون درختی یه جور، این یه جور، جور. یعنی خود خاک و خود کود و خود آب داره این کارا رو میکنه. کسی نمیمونه میگه خب آیه منه، نشونه منه. خداوند به حضرت موسی وحی کرد، موسی به مردم بگو این بچه هاتون که زناتون میزاند، بچه خودت، خیلی بهشون نگاه کنید، اون از آیات خداست. اگه هیچ کس خبر نداشته باشی که خودت خبر داشتی چی ریخته نه ماهی پیش دور رحم این زنت، تو درست کردی این بچه رو، زنت درست کرده این بچه، به این قشنگی، به این چه. آقای دکتری میفرمود یه جایی بود دو برابر اینجا بودش، میگو اگر اعضای بدن یه انسان اسماشو، فقط اسمشو، دکترها چون احتیاج داشتن هر عضوی رو اسم بذاشتن، اگه اسماشو یه بار بنویسن انقدر کتاب میشه که اون محبت پر میشه. خدا هم بدونه چقدر عضو. اخی این عضوهای بدن رو توی پدر خلق کردی، توی مادر خلق کردی، اونم تو رحم که تاریکه، اون لای اون آبا تو آبه، تو نمیتونی خب من دارم خلق میکنم، خود تو خود چون خواهی بود؟ خب توقع دارم من این تو اینو بفهمی، عقلتو به کار بگیری، فهمتو به کار بگیری. و اون وقت هم چرا برگشت میکنی، اعتراض میکنی؟ پسره به من خیلی اصرار داشت، ما خیلی سال پیش، این بنده خدا هم خودش مرد هم پسرش مرد، حالا پسرش هم زودتر از خودش شنیدم، رفته بودم بیرون. این زن نداشت وقت، پسره بود، بی خودی پدرش گذاشته بود مدرسه تو قیطریه، اینجا انگلیسی درس می دندانم، بدم کنکور قبول شد، مسیحی بود، مدرسه مال اونا، اون تو تبلیغات میکردن، تبلیغات مسیحی. این چون جلسه داشتیم یک شنبه ها می اومد، هی می اومد می گفتش که اینجوری گفتن، بلد نیستن دیگه، خب چیزی شد، آمده می گفتش که اون فلان کس تو هم مدرسه، اون محلی که تبلیغات میکردن اسمش چپل بود، مسجد، اون ما میگم مسجد اون چپل، گفت شما مسلمان ها بی خود جمعه ها تعدیل میکنید، یه دفعه کلمه جمعه تو قرآن هست ولی شیش تا کلمه شنبه هست. راست میگه، شنبه تو قرآن سبت شیش. ما دوباره توجیهش میکردیم، آقا اون شنبه به زمان عظمت نیست، یه اشخاصی در روز شنبه ماهی گرفتن در قوم داوود پیغمبر، بعد عذاب براشون اومده، هی اسمش ورده شده اصحاب سبت، نه اینکه احترام کرده خدا شنبه رو، اونا اسم اصحاب سبت. جمعه بله بخونم، جمعه بوده اسم. این نمیتونست منتقل کنه، باز من گویم آقا گفتم چی چی فلان، هی هم میگفتش که شما بیا با این بحث بکن به من، بچه ها دلشون میخواد که مثلا حالا من بیام این کنف بشه و بعد بزنم تو دهنش، دندوناش رو خورد کنم، از فکرهایی. من با علم 100% الانم شک ندارم که من که هیچ، اگه خود پیغمبر میرفت 40 میلیارد سال هیچ اثر ندارم، چون اونا چشماشون باسه، میدونن گمراهی هم نکه آمده پول میگیره تبلیغات باطل. در این حال این اصرار زیادی، یه روز جمعه رفتیم، گفت جمعه اینا جمع میشن مسیحی هم داخل، مسیحی ها، یه نفر از انگلیس اومده سخنان دینی میکنه، اینا ترجمه میکنن، مسیحی ها یعنی میاد. حالا رفتیم یه روز،
مدرسه اینقدر بزرگ بود که از درش مدتی با ماشین رفتیم تا ماشین اجواز ساده، هم چیز بزرگی بود. دیدی بله اون جا پد چادر زدن یه سخنرانی میومد، اون که ترجمه میکرد گفت این همینه که حرفان میزنه چپل. اون تا انگلیسی میگفت، داشت ترجمه میکرد، یه خورده گوش کرد، اینم آب جوبه ها جاریه، اینم دونه هم شد. تقریبا شاید 10 دقیقه نشدی و تعطیل شدی، گفت اینو الان بیام میرم. بله جمعیت زیادی همه مسیحی بودن، زن و مرد، هم گیر جمعیتی داشتم بیرفتم. من بسیده بودم که اون آقا اومد بره، اون آقایی که این رفت جلو گفتش که اینه آقای خاتمی فلان، نیست که الان اسمارم گفتم. حالا سلام علیکم. اون گفتش که آله ما مثل مسلمان ها نیستیم که بگم نجسن مسیحی ها و نیان تو مسجد و ما هر وقت تشریف بیارید اینجا تو این چپل ما در خیلی. گفتم اون نجس و پاکیه چیز جزئیه، جز احکامه. حالا بله خب یه باشوش بحث شروع شدش، اون باعث شدش. ببینید اینا وقتی یه نفری یه جنسی شما داری بخواد کلا سرت بذاره، جنس رو یا ارزون بخره کلا، این 15-16 تا را بلده از قبل، میاد مطرح میکنه، اون نگرفت اونو مطرح میکنه، اون نگرفت. اینا آماده هست حرفاره، نه که الان آماده هست، اصلا پول بهشون میدن بیان بچه مسلمان رو مسیح کنن، بلده. شروع کرد بحث، اینجوری شروع شدش که خود اصل هر دینی، اصلا شما الان مسلمان، اون میگه من مسیحیم، اون میگه من یهودیم، اصل هر دینی رو با چی باید بپذیریم؟ باید با عقل و علم بپذیریم. عقل و علم. این قرآن کریم که جلوی منه، یه جا خدا میفرماد به این مشرکین، میگن چرا بت میپرستید؟ میگن باباهامون میکردن ما میکنیم. جواب داده خدا، آیا باباهاشون اینجور نبود که عقل رو به کار نگرفتن و هدایت نشدن نتیجتن؟ عقل خدا قبول داره. یه جا دیگه میفرماد که میگن که باباهامون میکردن ما میکنیم، آیا باباهاشون علمشون رو علم به کار نگرفتن؟ جهالت. پس علم خدا قبول داره، عقل و علم قبول داره، میگه خب علم داشت. خب حالا شما فرض کن تو مکه هستی، ساکن مکه، یه نفر میاد بگه که این شوهر خدیجه، شوهر خدیجه معروف بودش، پسر یتیم ابو طالب پیغمبر ما را، چون از 8 سالگی ابوش بزرگش کرد تا زنش داشت، بهش گفتن یتیم ابو طالب، پسر عبدالله. حالا این اومده، حالا 40 سالشه، میگه که من پیغمبرم، خدا به من وحی میکنه و من پیغمبرم. خب شما بدو بدو میره ببینش دیگه، ببینه این میگه دیدیش که همیشه، حالا ببینش شما با چی میخوای بفهمی پیغمبره؟ میخوای نبضش رو بگیری؟ میخوای تو دهنش رو نگاه کنی؟ چی؟ اونی که خدا از تو توقع داره عقلته، عقلی که همراهته و این اطلاعاتی که داری، این توقع داره. خب ببین چی میگه، خب گوش کن ببین چی میگه، حرف درست میزنه، حرف غلط میزنه. پیغمبرها برای اینکه ثابت کنن ما رو خدا فرستاده، معجزه می آوردن. معجزه میگفتن که من با خدا ارتباط دارم. یه چهاری رو که فقط خدا میتونه بکنه تو بگو، تا من از خدا بخوام بکنه تو خودت بخوا اول. خب نمیشه، من میخوام. عیسی ابن مریم مثلا مرده زنده میکرد، میگو خب این مرده زندهش کن، نمیشه. میگو حالا من خدا میخوام، میدیدم بله زنده شد. ببین خدا گوش به حرف من کرد، مرده رو فقط خدا میتونه زنده. پس بدونید من خدا فرستاده، فقط حرفم گوش کردیه. پیغمبر ما 17 تا معجزه همراهش بود که معلوم بود اینا فقط کار خداست. بعدم معجزه خیلی میکرد، شغل قمر کرد، چی کرد، چی کرد. خود این قرآن هم معجزه. خود اینا رو نگاه کن، گوش کن، فهمتو به کار بگیر، حرفاشو ببین، اگه میبینی درسته صحیحه خب قبول کن دیگه. اونی که کمک به تو میکنه عقل تو، مثلا به دیوونه بگم یک کس پیغمبر شده، دیوونه نمیتونه تشخیص رو اینا بده، بیانم فایده نداره، عقل رو احتیاج داره. و با دانشی که داری، فهمی که داری، خیلی دانشمند ها میامدن، هر سلی داشت میرفت بره جنگ کنه، جنگه حالا جمل بود یا صفین،
یه دانشمند یونانی برخورد کرد باش، از اون فلاسفه بهشون گفتن فیلسوف. بعد اومد خیلی صحبت کرد ولی مسلمان شد، دیدی همه چی بلده، در حالی که این علم ها مخصوص یونانه، این اینجاست، نه بلده، مسلمان‌تر از او، بهتر از او. خب قبول کرد که این مرد خداییه دیگه، از یه راهی تو باور کنه دیگه این پیغمبره. و حالا حرف چیه؟ ببینید عقل و علم، خداوند برای اینکه خودشو نشون بده، خودش که نمیشه، ببینیم آیاتش نشون بده که اینو خدا خلق کرده. خب ببین، اول تو سوره شعرا به همه میگه چرا زمین رو نگاه نمیکنید، اولم یرو الی الارض، ای همه گیاه میوه درخت، اینا کی درست کرد؟ خودش درست شده، خالقی داره، کسی درست میکنه؟ یکی از این دانشمندای خارج میگه که من دیدم این مواد غذایی که در تو دنیا تهیه میشه، مثلا گندم و جو و خرم غذا و اینا، وقتی اینا رو بررسی میکنم و معده های همه مردم رو، دستگاه گوارش که تو رحم ها در درست میشه، میفهمم یه مهندس هستن در کاره، اونی که این غذا رو درست کرده همینم دستگاه گوارش رو درست کرده، برای اینکه این وقتی میخوره جذب میشه زنده میمونه، یه مهندسه. بگه وقتی من قواعد نور رو بررسی کردم و این دید چشم رو بررسی کردم، دیدم اینه که تو رحم زنا داره چشم درست میکنه، با اینه که قواعد نور رو گذاشته، یه نفره میخوره به هم، میتونه استفاده کنه، پیش و مهره به هم جفت میشه. بگه قواعد صوت رو بررسی کردم، دیدم اینه که داره تو رحم گوش درست میکنه که صدا رو میگیره. یه وقت آقای فلسفی رو من برمیفرم بود، یه پرده کوچولو جلو چشمه 6000 تار آویزونه، اونجوری که نمیشه دید، دیدن با تله دورو بینشم میشکسکوبه، و هر صدا که میاد یه دونه اینا تکون میخوره، هر صدایی اینو مخ منتقل میکنه به مغز، و مغز تشخیص میده اینا رو پشت سر هم میکنه که مثلا یه همچه حرفی میگید، یه همچه صدایی. خب خیلی هم. این که اینو درست کرده با این صداها یک نفر بوده. خب از اینجا ها یه دانشمندی چند سال پیش، 15-16 سال پیش تو آمریکا، از این انیشتن ها، آخه انیشتن رفتش ولی علمش که هست، اینا باسوادتر هم هستن چون هی علم بیشتر شده، یکتایی خدا را قبول کرد و اقرار کرد یک خدا هست، خالق داره زمین و آسمان همه، و یه دونم هست، اثبات کرد، گفت این همه نظم خودش محال انجام بشه، نظم، و اون وقت هم اینجور به هم میخوره، یه جاش اینا خراب بشه همه چی به هم میرسه. گفت یک ناظم و یک قدرت و یه مدیر و یه مدبر هست، و هستی خوب عقل داره. شما میبینی پرچمه تو هوا تکون میخوره، با چشمات باد رو نمیبینی، میبینی خودش تکون میخوره، خب میگه باد تکونش میده دیگه، میگه باد، خب باد نمیبینم، چون نمیبینم بگم نیست باهات، باید نباشه که تکون نمیخوره، خدا رو نمیبینی، ولی خب اگه اون نباشه که مخلوقات درست نمیشه. بعدش خداوند میاد سراغ جریان موسی، این سوال ایشون برای ابراهیم، حالا تا به ابراهیم برسیم. یکی از اشخاصی که برای کل زمین آیه خداست و مردم رو به خدا دلالت میکنه شخص موسی است، حضرت موسی پیغمبر یهودی ها. اولا مسیحی ها قبولش دارن، ما هم قبول داریم، تو این قرآن ما 136 بار اسم موسی هستش، اصلا ما سوره بنی اسرائیل داریم. و موسی زندگیشو کسی متوجه بشه، حالا هر مقدار، خیلی خداشناسی درش ایجاد میشه، یه ابرقدرت عجیب غریب، ابرقدرتی دشمن شده با موسایی که به دنیا نیومده، خواب دیده و نمیدونه از محل بنی اسرائیل آتیش اومد و کاخش، کاهنا بهش گفتن آره یه بچه ای از اینا به دنیا میاد، زندگی تو خلاصه بیریخ بود، شروع کرده به شدت قدرت که این به دنیا نیاد. بعدم که کاهنا گفتن نطفش منعقد شد، آدم گذاشته بود هر خونه بنی اسرائیل روزی 5 نوبت مأمور میرفت به زور میومد، زنایی که میدیدن حامل است دیگه زیر نظر بودن تا روز زایدن، روز زایدن تا پسر بود درجا سرشون میبریدن، ای دختر بود کاری نداشتن،
90 هزار بچه سربریده شد. اینقدر مخالفت که نیاد. خودم حالا ناز شست نشون داده. گفته حالا همین موسی رو که تو اینقدر مخالفی بیاد، اولا نطفش رو زیر تخت خودت درست میکنم، بعدم میارم تو آغوش خودت که اوخ کنی بزرگش بنی، خودت بزرگش بنی. دیگه از این بشتم خدا قدرت نباید باید. زاید و چی شد داستان حالا در از سریالش هم درست. بله آمادنه حالا مفرد چی میدونید تا چقدر تا من و شما میدونید. خودش بزرگش کرده تا 20 سالگی که بعد چی شده زده یه نفر کشته و رفته مدین، و بعد از 20 سالم تو 40 سالگی اومده و خلاصه بساط این فرعون رو بریخ کرده، اساس 18 هم شده، اونم دست چی میشده؟ یاد موسی از آیه 10 شروع میشه، خیلی هم طولانی صحبت میشه راجع به حضرت موسی، میاد تا آیه 65. بله تا آیه 65 موسی است. و انجینا موسی و من معه، یعنی 55 آیه راجع به موسی و مطالب موسی. آیات همش توحیدیه، یعنی خیلی خداشناسی در انسان زیاد میکنه، توقع داره خدا. خب موسی رو ببینید، موسی خب چیز دروغی نیست، علای همه موسی میکنم. من یادم زمان طاغوت فیلم ده فرمان خارجی ها درست کردن، ایران هم اومد و ترجمه نشون دادن، حالا از حرف موسی یه چیزی نیست که مال ما باشه، موسی خب هم میگن همه اینا رو. بله این چی شد و بعد رود نیل همه فرعانه غرق شدند و خود اینا نجات پیدا کردن، همش تعجب آمیست. آخه این همه دروغ نمیشه درست کنن که این همه ملت میگن ما یهودی هستیم. اومد جریان رو داره میگه موسی تمام میشه، بعد رفته سراغ ابراهیم. ابراهیم هم چیز تعجب آمیزیست تو تاریخ، همین ابراهیم و یهودی ها قبول دارن، مسلمان ها قبول دارن، مسیح ها قبول دارن، تمام ادیان آسمانی ابراهیم رو قبول دارن. ابراهیم فقط مال ما نیست. کی بوده این ابراهیم؟ این همین چیز تعجب آمیزیست، این هم مثل حضرت موسی هست. اینم اون نمرودی که زمانش میگفته من خدام و انقدر قدرتمندم شد که کل کره زمین رو صاحب شده. تا حالا دو تا کافر به کل زمین مسلط شدن، یکیش نمرود بوده، یکیش بخت النصر. دو تا مؤمن به کل زمین مسلط شدن، یکیش ذوالقرنین بوده، یکیش سلیمان. این نمرود اینجوری، اینم هم همینطور شد، فهمید و چه و فلان که بچه میخواد به دنیا بیاد و چه. سخن از اینه که نمرود هم 120 هزار بچه رو سر بریده، کمتر مال نمرود گفته میشه کم میشه، اونم همینطور که نیاد چی نشه. مادرش یواشکی زایدش توی غار نمیذاش بیاد بیرون چون دنبال بودن بکشت. آمدش ابراهیم خلاصه، ما ابراهیم اومده چی شده عموش بود، عموی هم ابراهیم بود درست کرده و از وزرهای نمرود بود و ابراهیم یه فیلم برش درست کردن بود. من نگاه کردم که من خوب بودش عرب ببینم، و یه نفر تمام بساط نمرود رو به هم زد دیگه که خدا نشون بده آقا من هستم. ببین یه قدرت های مادی براتون مهم نیست، این حریف ابراهیم نشدش. ابراهیم بعد بوتاشون رو شکست که خیلی هم ترش کردند و گفتم میسوزونه به شد بطار شکسته. اومد ببینید یادتون باشه قدیم یار بچه حساب نکن، الان اگر یه نفر از دانشمنده قدیمی بیاد تمام این دانشگاه های دنیا باید لنگ پن کنن. شما خیال نکن خبری، الان تو این پایه های کاخ های ساسانیان این آلیاژایی که به کار رفته تو ستونا هنوز بچه ما نمیدیم اینا چجور این آلیاژا درست و هنوز نه که بچه بوده مردن علماشون هم رفته، خبری بوده از علم و دانش و اینا. حالا تا حالا دوباره برسن به اون علم، حالا این حرفا که میزنم وقتی ما خیلی نمیزن چرا بچه و دهاتی، نه ابراهیم حالا که میخواسته این بوتا رو شکسته ابراهیم رو بسوزونه، یا آدم بخوان بسوزونه که من دوتا بوته میزنم میبندنش به تیره میسوزه میسوزه بشنم آتش بگیره خودش گوشت و دنبس بشنم میسوزه. گفته تمام مملکت 6 ماه هیزم جمع کنن،
بوته بیارن که میخوان بسوزن یه آدم بیارن و بوته نه میخواسته مردم رو بر علیه خدا پرستی بشون میخواسته بگه تز خدا غلطه تز من درسته که من خدام ببین تمام مردم مخالفن سیاسی کار میکرده من لای آدم بیارن و بوته نمیخواد شیش ماه چوبه ابراهیم آوردن بزن تو آتیش ها اینا آخه کارهایی که برای اول میکنن چون برای اوله بعد جاش نپخته است تا تجربه پیدا کنن اینا آتیش ها رو آتیش زدن بعد ابراهیم آوردن بندازن تو آتیش آتیش ها علو گرفته بود یک جوری اومد میبردن چند نفر ابراهیم تا نزدیک آتیش ها خوب گرم آتیش نمیذاره خوب پلش میدادن که بره برمیگشت ابراهیم هم برمیگشت اینجوری نمیشه خودشون هم میسونه خب شیطان بلافاصله پیدا شد و منجنیق رو یادشون داد حالا داستان داده آده فیلماشه یادشون داد که توی جعبه بذارید اینجوری بذارید اینو یهو این وره چوبر بذارید یهو 200 متر تو هوا پر کنم ساختن آتیش ها زیاد بود پرتش کردن تو هوا که بره بیفته تو آتیش خدا تعریف کرده که ابراهیم رو بلند کردن تو آتیش رو بندازن ما با آتیش دستور دادیم یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم ملائکه همه ناراحت شدن که خدا یا یه نفر داره رو تو زمین از تو دفاع میکنه به یکتایی تو و ما هم میخوان بسوزونندش بریم کمکش کنیم فرمود خودش اجازه بگیری که هر فرشته میامد گفت نمیخوام آخرش جبرئیل با ابراهیم دارم میسوزننده چیشی نمیخوام آخه فرشته بارون اومد گفتش که ابراهیم اجازه بدی من به 10 دقیقه اونچنون بارندگی میکنم که این آتیشا که خاموش بشه هیچ اصلا شهر بابل ما ببره کمکت میکنی گفت نمیخوام فرشته زلزله اومد که ابراهیم همچین زمین رو تکون بدم که همه اینا برن دای زمین آتیشه گچیست گفت نمیخوام هر فرشته من آخر جبرئیل گفت ابراهیم گفت نیاز دارم اما نه به تو تو هم خودت نیازمند هستی اونی که من دارم ازش دفاع میکنم داره میبینه میکنه دی پس تو آتشا خدا میفرماد به آتش گفتیم یا نار برد و سالم باش بردن سرد و سالم وقتی خدا فرمود سرد و سالم اول سرد شد آتیش رفت مثلا 500 درجه زیر صفر یهو ابراهیم تو هوا تمام بدنش فریز شد خدا او سالم نه سرمای اونجوری نه یهو سالم شد خود درست گلستان شد اونجا که افتاد درخت ها همه شکوفه کرد بار در آورد میوه آورد آبی پیدا شد جبرئیل هم به صورت جوانی سفید پوش نشست پلوشون هم نشسته اون گرده کرده بودن آتیش هم دور تا دور داشت میسوخت خود نمرود گفتش که اگه آدمم خدا انتخاب میکنه این خدای ابراهیم انتخاب کنه ببین چه جوری دفاع کرده خودش گفته حالا نمیاد بیرون سه شبانه روز نشستن خوش رو بش آبروین داشت میرفت یکی از کاهن ها که طرف داره نمرود بود یه شرارتی کرد یهو پاشد گفتش که خود نمرود خداست یعنی خودش با آتیش دستور داده ابراهیم رو نسوزون من یه ورد یاد ابراهیم دادم که اون ورد رو خونده اینطور شده یعنی نمرود میخواد بخواستیم تا این حرف رو زد یه تیکه از آتیش بلند شد رو هوا اومد تو همه خود این کار خود کاهنه رو خاکستر کرد که آقای وردی چرا خودت چیزی نشد همه فهمیدن دورو گفت و آتیش هم بینش بود خدا میکنه نزی خود مردم ها چی بکنه حالا اینتش از قصه نبر که خب بیرون نسید نخواه آبروزی بیت براش تا اومده بیرون یه روزی زمان منصور دوانقی حالا منفصل داستان تاریخی ساعت است چی شد و چی شد و چی شد یه روزی تصمیم گرفتن یه خونه امام شیما شیشم آتیش بزنن خونه های سابق سخبا و همه چوب و چه و گلان و حسیر و خیلی چیزای سوزنده زیاد بود توش
یه زد آتیش زدن خونه رو با زن و بچه و دیدن ابراهیم تو آتیش ها داره رام بگید چیش هم نمیشه این چیز حضرت امام صادق بفرمود انا ابن ابراهیم من پسر ابراهیم انا ابن یک آب روزی برای این حکومتی ها شده بود این بایدن خوب درست خب بیر بیرم ها بودون رفتن دختر نمرود دیگه الان جرعت کرد و بالاخره دختر بودو بودو تا ابراهیم اومد بیرون اومدش گفت ابراهیم چرا نسختی تو آتیش؟ گفت خدای من نخواست. گفت من چه کار کنم که اگر منم مثل تو آتیش بندازن اینجوری بشم؟ گفت باید به خدای من بیاریم و به اینکه من پیغمبرشم. در جای ایمان آبود هم دختره دیگه هم جرأت نکرد بره پلو پدره. حالا آخرش این چون دخترش بود نگفت بکشندش. مثلا ابراهیم نون خور بش اضافه شد باید حالا خرجی اینم بده و چجوری پسر ایسید کسی داشته باشیم آبش کنیم. یه نفرم که ایمان آورده جوری شد. این آیاتی که آقا مشتبه آورده بحث خود ابراهیم با خود بت‌پرست هاست. ادغال ابراهیم آیه 69 وَتْلُ عَلَيْهِمْ پیغمبر نبأ داستان ابراهیم رو بخون به عموش و قومش میگفتیم بوت ها چیه میپرستید گفتن که بوت دیگه ما دور و برش هستیم و میکنیم و کردیم میگه که حلی است من اون نکن به عقلا رو به کار میگیرن میگه آخه تو با این بوت ها حرف میزنی میگوی به من بچه بده به من سالم کن اصلا میشنوه این میشنوه استدعون وقتی چیزی میخوای ازش میشنوه و نمیشنو چه فایده داره او ینفعونکم اصلا نفعی دارن براتون او یضرون حتی ضرری برای شما دارن خب داره عقلاشون رو به کار میگه خب بود که کاری ازش نمیاد وقت تلف میکنی جواب اینا رو ببین قالو بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون بابا همون این کار رو میکردن ما میکنیم تقلید کورخورانه بابا داره جواب میده که افرعیتون ما کنتم تعبدون آخه چشماتون واس کنید این بوتا انتون و آبا و کمول اقدمون چه خودتون چه باباهاتون آخه خاصیتی ندارن کسی نیستن چیزی نیستن به خودی برای خودتون چی کردید و ابراهیم میگه عدو بولی این خط مستقیم خدا این بوتا کارکاسی بیمارم جور کردن این بوتا چی فلان رب العالمین اونی که زمین رو خلق کرده آسمان رو خلق کرده دور رو خلق کرده چوب همین بوتا رو خلق کرده بعد اون وقت تعریف داره میکنه خدا رو برای مردم تعریف ها برای من شما خیلی ساده هست خیلی معمولیه ولی همین هم زیر بار نمیرفت بگه الذی خلقنی کی من درست کرده اونو من میپرستم بعد دونه دونه تو کی درست تو رحم مادرت این بوته اومده تو رو درست کرده عقلم که داری بوته اومده چجور اومده کجا این حالا که بیرونه کاری ازش نمیاد اون تو تاریکی آقا خدا من خلق کرده بعد این حرفا که بلدم یادتون میرم علومم داشتن انبیاء علمهای مختلف علم طب علم چی میگه کی به من یاد داده شما که میدونید من دانشگاهی دانشکده نیست درس خونده باشم این همه در کجا بلد خدای من داده خدای من کسیست که اون داره قضا به من بده این قضاها رو او خلق کرده وسیله سازی شده گیره من اومده دارم بخورم او آشامیدنی برای من خلق کنه اینه این بوتا خلق کنه من وقتی ناپرهیز کنم بیمبادتی کنم مرض رو مریضی رو به خودش نسبت بده مریض میشه تاثیر خودم تا هوای اشفین تازه او میاد منو شفا میده بدنم جوری دوایی که ولدی و میتونی آخر سر او روح منو قبض میکنه قیامت هم او منو زنده میکنه او خداییست که من طمع دارم قیامت خطاهامو بیامرزه داره به بت پرستان میگه خب برای همگانی شما همه همینطور است یه دعایی کرد جلوی همه بت پرستا به خدا گفت رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین به من حکم بده که من حکومت تشکیل بدم در مردم رو چی کنم اینا و منو به صالحین قبلش مثل نوح و اینا آدم خوبه حالا بعدیار که قبول دارم
منو به اینا ملحق کن. بعد یه دعایی هم کرده، گفته وجعل لی لسان صدق فی الاخرین. انبیا رو خداوند علم بهشون میداد که بعد از تو که میاد که میاد که میاد تا پیغمبر اسلام، خدا بهشون یاد میداد و خدا بهشون یاد میداد که اون پیغمبر آخری دینش کامله، کتابش کامله. اون وقت این طمع کرد، ابراهیم به جا طمع کرد تو سوره بقره که میشه اون پیغمبر آخری و اینا از اولادای من باشن، که خدا قبول کرد. بله اینا اگه ظالم نباشن باشن که پیغمبر ما از اولادای ابراهیم. حالا توی اولادا، تو همون امت آخر زمان، آخرین ماها، میگه خدایا یه اولادی به من بده که اگه همه بدنش بشه زبون، زبون زبونش هم یک بار دروغ نگفته باشه. این مثاله، یعنی کارش درسته، کاش درسته، چشمش درسته، همه چیش درست. بودن لسان سر ضرب المثل. یه بند خدا بود، من بچه بودم ولی دیده بودم اینار تو ده، این خیلی چشمش درست بود. اون یکی دیگه هم بود همتون، اون که چشمش این درست بود سیدم بود، خدا رفتش کنه رفت. اون که این وری که چشمش درست بود میگفتن که نمیدونم 200-300 سال پیش اینا یهودی بودن و سرمون شدن ولی موندن. یه دفعه دعواشون شده بود، چون خوشمزه است حرفا مونده. اون بهش گفتش که برو تو که همه جون چشمه، یعنی اینقدر چشمات بزرگ یه همسی که همه چشمه. اونم گفت تو همه جون چشمه، یعنی چشمه داره. این به اون گفت تو چرا اصلا ولی نمیکنی بری فلسطین، یعنی تو یهودی اینجا چیکار میکنی؟ اونم به این گفت تو چرا ولی نمیکنی بری مدینه، یعنی تو هم که سیدی اینجا چیکار میکنم برو. یاد اون افتادم، میگفت همه جون چشمه، یعنی چشمه دارش نیست که همش لسان صدق، یعنی یک کسی همه جونش زبون باشه و همش هم راست باشه، این ضرب المثله. یعنی یک کسی که همه چیزش درست باشه، کارش، فعلش، شبش، روزش. آیا خدا این دعا مستجاب کرد؟ اینجا امام ششم ما وقتی داره دعای ندبه رو یاد میده میفرماد بله دعای ابراهیم مستجاب شدش. دعای ندبه با حوصله بخونید، دارم چجور شد که امام زمان اومد و چه اونجوری شروع میشه. بعد ما انبیا رو تو دعای ندبه هی مطرح میشه، دعایش دیگه دعای خوبیه، دعای ندبه واقعا دعای همش هم روایت امام ششم. حالا صادق علیه السلام دعای ندبه همش گفته امام ها کسی درست نکرد. اومد تو این جاها داره انبیا رو هی شهر میده تو دعای ندبه. وقتی انبیا رو داره شهر میده میرسه به ابراهیم، میفرماد ابراهیم رو تو که آوردی، ابراهیم از تو لسان صدق خواست سر چشمم بخوره از جون خونم بره. بله بعضی از انبیا رو کلمته من شجرتن ما پیدش کرد سعلک لسان صدق، بعضی ها از تو زبان صدق خواستن همین لسان صدق در آخرین. و عجبته و اجابت یعنی جواب مثبت داری و جعلت ذالک علی، علی رو دادی بش، علی ما، علی ما اول یه همون زبان صدق ابراهیم از اولاداش دیگه. این آرزو داشت یه اولادی داشته باشه که همه چیزش درست باشه. میگه جواب دادی و علی قرار دادی. خود قرآن هم جای دیگه اینو فرموده. اینجا سوره شعرا دعاش هست، اما در سوره مریم مطرح کرده خدا اینو که ابراهیم وقتی خواسته هایی از ما داشت. حالا پیدا میکنم بعد پیداش کنم. صفحه 308 از چار خط از آخر صفحه بیاد بالا آخر صفحه. فلما اعتزله ابراهیم بحث کرده با عموش و عموش دیر بار نرفته و کنار کشیده ازشون و ما یعبدون من دون الله، ابوتا و اینا همه خودش کنار کشیده. میفرماد حالا که اینطور شد اسحاق بهش دادیم. اسحاق در سن 112 سالگی ابراهیم گیرش، ابراهیم در سن پایین بچه دار نشد. در سن 99 سالگی خدا اسماعیل رو بهش داد، 112 سالگی اسحاق رو بهش داد. حالا خدا خواسته اینجوری. خودش هم یه جای دیگه میگه، میگه به من در کبر بچه دادی. میگه اسحاق رو بهش دادیم، یعقوب رو دادیم که یعقوب پسر اسحاق بودش و همه شون رو پیغمبر قرار دادیم و همه رو از رحمت خودمون، رحمت خودمون پیغمبرشون کردیم.
و جعلنا لهم لسان صدقا علی، یا اون لسان صدقی که از ما تو سوره شعرا خواست این علی رو قرار دادیم. چند جا اسم ارسلی دو قرآن هست گیر اینجا. چرا این علی همون علیه یخو امام صادق هم گفت و جعلت ذالک علی، یا خودش میگه این علی همون لسان صدق ابراهیم. یه جا دیگه که اسم ارسلی تو قرآن هست تو سوره زخرف یه آیه ما داریم، بعدم باز کردم سوره زخرف، سوره زخرف صفحه 489. تو صفحه 489 که سوره زخرف شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما قرآن رو عربی قرار دادیم که شما بلکه تعقل کنید. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. تو این جلسه دیروز بود پیروز که آقای کسی که آقا ام الکتاب چیه، گفتم سوره هم در قرآن 10 تا اسم داره، سوره هم یکیش ام الکتاب. میفرما تو ام الکتاب یعنی سوره هم که تو نمازاتون میخونید، اونی که گفته نشده ولی به طور کنایه گفته شده در نزد ما که خدا هستیم علی هست، علی حکیم. سوره هم رو بیاریم ببینیم توی چی گفته شده توش که احتیاج به بیان داره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اینا که همه واضحه، چیزی نیست، معلومه حمد خدا و اینا. ایاک نعبد و ایاک نستعین هم که واضحه. ها این صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، نگفت صراط چیه، صراط مستقیم، صراط کسانی که نعمت دادی نه اونایی که غضب. صراط مستقیم چیه؟ میگه صراط مستقیم در نظر من خدا علی صراط مستقیم. مثل علی باشید، این امام متقی، صراط مستقیم. تو همین دعای ندبه هم یه جاهایش میرسه امام ششم به امام زمان میگه، میگه پسر صراط مستقیم، پسر نبأ عظیم صراط مستقیم علی. پیغمبر اکرم خیلی میگفت علی دانشمنده، میگفت علی یون حکیم، این حکیم صفتش. سوال میکردم فرمود علیکم بالعلی الحکیم، علی بلده، بر بپرسید. یه دفعه عمر اعتراض کرد، گفتش که هرچی ازش میپرسیم زود میگه. خب میگه، گفت نه آخه یه خب فکر کنه یه خورو چی کنه. پیغمبر فرمود عمر این چند تاست؟ گفت 5 تاست. گفت یه خود فکر میکرد یه خود. گفت معلومه، گفت همه چی برای علی معلومه. حالا که اومده اشکال بگیره میگه چرا این فکر نمیکنه؟ خب بلده میگه. یا تو چرا صاف گفتی 5 تا؟ مخواستی بپرسی بشماری شک کنی؟ ببین اینجور حکیم، علیکم بالعلیت حکیم. یه آقای اینا شده تو طول تاریخ این قضیه ما داریم، حدود 200 سال پیش، 150 سال پیش، از این آخه بعضی شهرهای ما تو ایران سنی نشینن و خوب آخون دارن زندگی دارن. این سابقه اون وقتا یه قسمتی تو نجف حتی بوده، مرسی سنی ها بوده، میره درست ولی آخونداشون سنی بود. بعد برمیگشتم میم این آقایی که آقای خود این سنی ها بوده، به همین صد حدود 200 سال پیش، این پسرش میفرسته. من گفته بوده که این که حوزه رو اداره میکنه، با هم شاگردی بودیم سابق، نامه میده به پسرش که میره بگو من پسر فلانی همونه بیشتر به تو برسه بیشتر. پسر فهمیده بوده، بعضی از بچگی آدم فهمیده آقای نداره، میره میبینه نه بدون این که بگن تو کی هستی پذیرفتن دیگه، بفرمون نفرم درس هم دارم بیدن و بخورن و یه بکن. خب برای چی من برم بگم پسر کم خوب دارن درس بیدن درس کن؟ خوشش هم از پارتی بازی نو نمیبره. اتفاقا درسش خیلی جلو میره و خیلی به قول ما شاگرد اول و خیلی معلمه بهش توجه داشته، میدونن این چون درس همیشه خوب جواب میده هی بهش توجه داره. یه روزی این آقای معلم زمستون بوده نمیاد درس، دیر شد و شک میکنن مریض جدی نباشه، چطور اینو میرفسن؟ چون آقام دوستش داشته شاگرد اول کلاس، برو ببین آقا. این در که میزنه خانم میشه، آره آقا مریض، حاله
نه اونجور مریضی که نتونه را بره ولی حالش خوب نبود، خوابیده زیر کرسی مثلا. آقا پرسی کی اومده؟ گفتم فلانه. گفت خب بگو فلانه بیادش تو، منم تنها میخورده با هم صحبت کنیم. یه نفر دیگر معلم بیرفستم که بگن که امروز کلاس تعطیل. گفت میره تو، خب خوابیده بوده آقا صحبت اینا. یه حالا میگه همچی موقعیتی شده، چند سالم گذشته، میگه آقا من پسر فلانی هم، آره پدرم به نامه داده بود بدم به شما اینا. این حالا ترش میکنه که چرا نگفتی و یه همه وقت تو پسر فلانی هستی و اینا. این حالا من دیدم احتیاج نداره و اینا بلا. خب حالا بعد میگه حالا من جام خوابیدم، کاری ندارم، اینقدر بیحال نبوده، ولی خب یه کتاب بیاره خورده بخون کاری بکن. یه همچه گذری خودم وقتی کار خودشی میکنم گذری یه کتاب رو برم دارم جیر باز. یه روایتی توش بوده، اونم روایت دارم. روایت این بوده که سر یه دعوای دو نفر، یه نفر دو نفر دعوا داشتن میان پلو عمر، روایت این بوده داشتن مطرح کردن دعوا چی و چی و اینا. حالا عمر میخواست قضاوت کنه، حسدلی اونجا بوده. عمر گفته که برید هرچه علی گفت روش، از چیزا بوده ها. یارو اومد به حساب خود شدنی کنه یا مثلا چه، ما پلو تو اومدیم خلیفه ای، بریم پلو عمر، مثلا عمر خوشش بیاد. عمرم بهش برخورد و از اونجوری بوده برخورد، از منبر اومد پایین اونجوری گردن کنه، یه هر شو گرفت به دیوار که حالا بهت میگم برو پلو. نمیدونه علی مولای من و مولای هر مؤمن و مؤمنه است. یارم دیگه روش کم بشم. این شاگرده میگه آقا این روایت راسته. میگه خود عمر جلو من گفته علی مولای من و قدیر همین بود مولای من. میگه بله. میگه خب ما دعوان باشی ها سر همینه دیگه. خب خودش عمر داره میگه خب چرا قبول نکنیم. میگه پسر از این روایت ها تو این کتاب ها زیاده، یه چه دیگر شو بخون. تعجب بکنه چیزی به این مهم بیاخه چی چی. خب خب دیگه حالا اون که چاره نداشته و چه الان هم کتاباشون پره ها. خدا اتمام حجت ها رو نمیذاره ببین بره بخوندم نمیذاره. خودش که بعد میاد بیرون شروع میکنه به بررسی کردن، یه است به شبش وارد میشه. همون کتاب های خودشون رو این بر اون بر نه براش ثابت میشه که آقا این بی خود هستن اینا. این شیعه شد و یک کتاب مفصلی در این که چطور شیعه شدم نوشته هست، کتابش جریانش هم نوشته و اینا. ببینید این مسائل که اونجوری رخ میده دارن عقلشون رو به کار میگیرن و علمشون رو. این وقتی خب شوخی ندارم، خب وقتی مولا یک کتابی اخیرا که چند سال پیش اومد نویسنده رو هستش نروش نوشته بود روش به نور فاطمه اهتدی تو نوشته روش مصر مصری یه آدم دانشمندیه. این که بعد چی شده چی شده چی شده بعد شیعه شده و چه کتابی نوشته و بعد ترجمه کرده. یه آقای جایس قومینار ترجمه میکنن، من ترجمهش دستم رسید. شهر داده که من تو کتاب ها که خود دارشمنده دیگه سنده بود این مطالب حضرت زهرا رو خوندم و اصلا منقلب شد. آخه پیغمبر میگه سیدتون نساء العالمین من الاول دارن دارن خودشون هم دارن. ما یه همچه سید نساء عالمی رو عمر گرفت و کشو زددش. آخه طرف تحجم خوند آدیقا خوند در خونه رو آتیش زدن از تو کتاب ها کتاب هستن هست. آخه چطور شده چرا اینا دیگه ول کرده اون عمری بودن و عصبیت و اینا رو گفت تحقیق کنیم. دیده نه اینا چیز شده شرارت شده، این حق و قصب کردن و حق با اینا بوده و فاطمه هم در نگاه از بین رفته و نوشته های کتابی شده. من خیلی تحقیقاتش رو نوشته، همه رو نوشته. نور فاطمه منو هدایتم کرد، به نور فاطمه اهتدی تو. ببینید بشر اگه قابل هدایت باشه بخواد خودش نخواد گمراه باشه، برو هدایت رو برو تحلیم ببین چطور. همه اون همطوریم دائما، عقل هست علم هست، خب تحقیق کن ببین دنبالو بگیر اونو بگیر اونو بگیر بپرس باشه. خب آیت الله مکارمی کتابی نوشتن جزوه از کمه انقدر من خوندم همش شهر حال خودشه که من بچه بودم چجوری طلبه شدم چجوری. یه تیکه که توش نوشته که جالبه اینه،
بیشتر بچه که تو هر چیزی شک میکردم. یه صبح پا میشدم میگفتم نکنه خدا نباشه. دروغ باشه. کمونیست ها درست میگن اونا. میگه تحقیق میگن. این تحقیق ها خیلی منو باسواد کرد. بازی رو صبح پاشتم نکنه علی دروغ و عمر درست میگه و بی خودی ما شیعه ایم و هر کس دفاع. گفت شروع کردم به تحقیق. خود من که خدمت شما هستم سنین اول خودی وقت هم سیده من میخوام برم بهش میخوام علی توش باش ما اومد تحقیق بخوری بخوام عقفم بهترین چیز تحقیق این قرآنه. قرآن یک کتابیه که همه مسلمان ها قبول خیلی مهمه اینا خیلی مهم دستم نخورده این خیلی چیز خوبیه. یکیش هم عقله. این کتاب میفرماد افلم تکونو تحقیق این کتاب میفرماد یجعل الله الرجس علی الذین لا یعقلون. پس آیه دو هر که عقلشو به کار نگیره به هر کثافتی گرفتار میشه رجس به هر پلیدی گرفتار میشه. و گفتنی که خب عقلتو به کار بگیر خب عقل به خدا داده نمیخوای ازش استفاده بکنی. من میخوام اونو بیارم که رجس گفتم بعد سوره یونس صفحه 220 سوره یونس خط چهارم و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. هیچ کس حق نداره ایمان بیاره مگر خدا بهش اجازه بده. و یجعل الرجس علی الذین لا یعلمون. من رجس رو میارم بر اینو خدا قیامت با همه کار داره. چرا عقلاتون رو به کار نگرفتی؟ عقل بهتون دادم میفهمید یا خب چه میکرد؟ این امامای سنی ها همشون درس خوندن. کم هم درس خوندن خیلی هم نخوندن. خودشون هم چپ و راست اعتراف دارن که ما بی سوادیم کم سوادیم. آقا چرا دنبالی هم چه آدم بری آقا مریضه خب برو دنبال اون کسی که میگه همه علم و بلدم خب برو ببین شاید بلد بشه. خب ما تازه اولین امامشون که ابو حنیفه است دو سال پلو همین خونده دو سال پلو با هم جفت است بابا برو استاده رو بهش شاگرده چه میگه ده اونم شاگرده دو ساله نوشته که دقیقا باشون داره احمد چرا میکنید؟ یه امام ساده کجا درس خونده؟ اینا بچگی همه چی بلد بودن مثل یحیای پیغمبر خدا تو قرآن خبر داده آتینا اولوک سبیا سه سالش بود تمام تورات حفظش کردم من خدا از باباشم همون وقت مقامش بالاتر که زکریا باشه. خود امام پنج امام زمان پنج ساله بود امام شد باباش هم کرد خود امام دهم هشت ساله امام شده امام جواد شیش هفت ساله امام شده بچه بودن. اون وقت بنی العباسی ها مخالفت میکردن شدید برای اینکه خط رو کور کنن فرستادن وقت امام جواد چون ایران مکه میومدن حتما فرستادن در تمام دنیای اون زمان 30,000 سوال علمی خریدند. شما نشستی تو خونه صبحون خورده اومدی خبر نداری دنیا چه خبره. بنی العباس میلیاردها دلار اینجوری میگم که عادت کردیم پول خرج کردن سوال علمی کسی نمیده به کسی رفتن تو دنیا آی سوال مال سرطان بوده ایلهی بنویس من از این پسره میگه من امامم سن کم بپرسیم وقتی بلد نیست بگو با بیاد ببینی این آدم بی سوادیست ایناش ولش کنید. تمام 30,000 سوال کردم تو منا تو سه روز یه تعجبی شروع شده هیچ کدوم از این مامورای بنی العباس نگفت من سوال نکردم پول گرفته بودن دوران میش بگن گفتن همونطور که جواب بود جواب داد. اینا میخواستن تو شیعه ها و مسلمان ها چراغ امام جواد کور کنن چراغش رو همه دنیا روشن شد که یه بچه اومده از کل کره زمین با سواد داره و خدا تبلیغ داره میکنه رفت خبرها که آقا این سوال ها جواب داده بود. خب برو از این که اینقدر علم داره چرا از اون که شاگرده و بلد نیست عقل تو چی میگه؟ اللهم صل علی محمد.